در قلب تمدن ایران، کوه، دشت و دریا عظمت و شکوه دیگری به خود بگیرد. سرزمین خوزستان یا بهشت گردشگری و دانش افزای ایران تنها مرکز تولید نفت و گاز نیست. اگرچه نخستین چاه نفت خاورمیانه در این سرزمین حفر شد، اما با پیدایش طلای سیاه در خوزستان، این سرزمین محدود به صنعت نفت و دیگر مشتقات آن نشد. اینجا سرزمین نخل هاست، جولانگاه رودها، مکانی برای معماری، مکانی برای کتیبه ها و نقش های تاریخی، سرزمین پل های تاریخی، قلعه های تاریخی، سرزمین آسیاب های قدیمی، پایتخت سازه های آبی دنیا. اینجا خوزستان است، سرزمین انسان های مقاوم. اعتقاد زمین شناسان، حدود 500 هزار سال پیش در کنار دشت‌های جنوبی ایران، خلیج فارس شکل می‌گیرد. که از همان ابتدا محور ارتباطی بین اروپا، آفریقا و آسیای جنوبی به حساب می‌آمد و این یعنی اهمیت داشتن در تجارت و بازرگانی. خلیج فارس منبع انرژی مهم جهان به حساب می آمد. به همین جهت آن را منبع نفت جهان هم می نامند. محل زیست بیش از 159 آبزی و جنگل های هرا که فقط در آب شور زیست می کنند. اینجا خلیج فارس است. بعد از خلیج مکزیک و خلیج هادسون، سومین خلیج بزرگ جهان خلیج فارس است. دریایی که در بستر آن معادن سرشار از نفت و گاز وجود دارد.
از دیرباز خلیج فارس مورد توجه قدرت‌های صنعتی دنیا قرار می‌گیرد. سواحل محور اصلی مذاکرات ایران با قدرت‌های صنعتی می‌شود تا سرانجام قراردادهای مبنی بر صنعتی شدن سواحل خلیج فارس بین ایران و ژاپن منعقد می‌گردد. ساخت شرکت‌های پتروشیمی آغاز می‌شود و این در حالی است که قبل از این موضوع مردم ساحل نشین علاوه بر صیادی و امر جمع آوری نمک از خلیج فارس مشغول بودند. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران نگاه به خلیج فارس و سواحلش تغییر می‌کند. این بار صنعت پتروشیمی در کنار سواحل این خلیج بزرگ با بهره‌مندی از صنعتگران داخلی رشد می‌کند. شاید بیش از نیمی از مردم ساحل نشین جنوب خوزستان در امر اشتغال بر سفره گسترده خلیج فارس روزگار می‌گذرانند. اما آیا سومین خلیج بزرگ جهان هیچ استفاده دیگری جز استخراج نفت و گاز ندارد؟ امروز اقتصاد یکی از مهمترین ارکان دوام هر جامعه است. استفاده درست از شرایط جغرافیایی در هر نقطه از کشور گام نهادن در بحث اقتصاد مقاومتی است و این در حالی است که ایران در امر گردشگری در رتبه پنجم جاذبه های طبیعی جهان قرار دارد. بدون شک سواحل خلیج فارس در استان خوزستان سهم بزرگی میتواند در امر گردشگری ایران داشته باشد. سواحلی که با توان کم نظیر خود حالا با عنوانهای دیگری بر پهنه جغرافیای خوزستان خودنمایی میکنند. عنوانهایی مانند سواحل تجاری، سواحل صنعتی، صیادی و سواحل گردشگری. به اعتقاد کارشناسان گردشگری ساحلی در خوزستان از توسعه‌ای که شایسته آن است برخوردار نشده است. یکی از دلایل مهم این مسئله آماده نبودن بستر جذب سرمایه گذار در ساخت محلهای اقامتی و تفریحی است، چرا که بیش از نیمی از ظرفیت‌های ساحلی خوزستان در امور دیگری در حال ساخت و ساز است و این در حالی است که تنوع فعالیت‌های گردشگری ساحلی باعث می‌شود اثرهای اقتصادی مهمی بر اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر آن توسعه این صنعت نقش مهمی بر کاهش بیکاری خواهد داشت. در استان خوزستان قریب بر 300 کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد، سواحلی که معروف به سواحل خلیج فارس است، از بندر چوبده آبادان تا شهرستان هندیجان که با اندکی دقت در این خط ساحلی و جزایر در میابیم که این مکانها دارای ظرفیت‌های سرمایه گذاری بسیار خوبی هستند. رکن اصلی سرمایه گذاری در سواحل جنوبی خوزستان
همجواری با آبهای آزاد و بین المللی است که این اتفاق با وجود اسکله های تجاری و نیز بهره‌مندی از حمل و نقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی همه چیز را برای سرمایه گذاری جهت پویایی سواحل خوزستان مهیا کرده است. اما چرا علی‌رغم تمام این مزیت‌ها در سواحل جنوبی خوزستان هنوز بعضی از مردم همین شهرهای ساحلی رویای دیدن سواحل کشورهای دیگر را دارند؟ طبق آمار در سال 2007 میلادی حدود 15 میلیون گردشگر خارجی از سواحل دبی در جنوب خلیج فارس دیدن کردند و این در حالی است که سواحل کشور ما در خوزستان تنها ماندند. اینجا شهرستان هندیجان است، جایی که بزرگترین اسکله صیادی ایران با طول تقریبی 1550 متر در بندر صیادی بهرکان واقع شده است. با طولی بی نظیر به قلب دریا می زند تا صیادان بتوانند همیشه و به راحتی در صید باشند. اما این اسکله، این زیبای خفته در سواحل شهر، همیشه تنهاست. در دو طرف اسکله زیبایی به گونه دیگری خود را نشان می دهد. وسعتی از ساحل فرش شده از صدف‌های زیبا. ساحلی امن با چشم‌اندازی کم نظیر و آرامش امواج. و خط بلند ساحل که تا دور دست ها در امتداد است. اما در اینجا در اوج زیبایی طبیعت هیچ گونه تأسیسات گردشگری وجود ندارد. خبر از باغ‌های دریایی نیست. بازی‌های آبی و کودکانی که بر ساحل می‌دوند هیچگاه اینجا دیده نشدند. شاید مشخص نبودن هدف‌های گردشگری ساحلی این همه شکوه و زیبایی را نادیده گرفته است. یک سوم از زندگی انسان در اوقات فراغت می گذرد و هیچ تفریحی زیباتر از دیدن جزایر نیست. جزیره بونه در منتها علیه شرق خورموسا، معروف به جزیره قمر. ساحل شنی این جزیره همراه با حرکات سریع جزر و مد با موج‌های آرام در تمام فصول سال باعث شده تا بعد از گذشت سال‌های بسیار زیاد از معرفی این جزیره، این ساحل میزبان چند استراحتگاه سنتی باشد.
سازندگان این استراحتگاه ها می دانستند که هنر خود را به یادگار بر ساحل بنه می کارند. جزیره بنه شاید بعد از گذشت سالها در تیرس نگاه دوستداران گردشگری و مسئولان شهرستان ماهشهر قرار گرفته است تا آنها بتوانند از این جزیره مکانی برای رونق صنعت گردشگری مهیا کنند. با وجود شرکت‌های پتروشیمی و تأسیسات بندری در جنوب خوزستان، اما همچنان بیکاری نسبی اهالی جنوب از دغدغه‌های مهم مردم محسوب می‌شود و این در حالی است که سفره سواحل جنوب از کنار خانه‌های همین اهالی عبور می‌کند. در شهرستان بندر ماهشهر و شهر بندر امام خمینی سواحل به گونه دیگر طراحی شدند. اینجا به دلیل وجود اسکله‌های تجاری و تردد کشتی‌های غول‌بگر و وجود شرکت‌های پتروشیمی نیروهای زیادی مشغول به کار هستند. نیروهایی که برای استراحت و تفریح نیاز به مکانی مناسب دارند. از این رو در ماهشهر ساحل دریاچه نمک همراه با قایقرانی و تفریحات دیگر برای مردم مهیا شده تا شاید بتوانند مقداری از رها شدگی های سواحل دیگر را در جنوب خوزستان جبران کنند. پارک ساحلی شهر بندر امام خمینی رحمت الله علیه در مجاورت خورموسا پر رونق‌ترین ساحل جنوبی خلیج فارس به حساب می آید، جایی که در تمام فصول سال میهمان به خصوص خود را دارد. پارک متصل شده به ساحل، استفاده از قایق‌های گردشگری، آفتابگیرها و در بعضی از فصول سال کشتی‌های کوچک گردشگری توانستند تعداد زیادی از گردشگرهای کشور را به سوی خود جلب کنند. این ساحل کوچک با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های پارک‌های ساحلی نشان دهنده این است که مردم این منطقه هرچند در شهر ساحلی زندگی می‌کنند، اما این زندگی و بعضی وقت‌ها این روزمرگی باعث نمی‌شود که از ساحل زیبای شهرشان چشم پوشی کنند. مطالعه، برنامه ریزی و هدفمند بودن مدیریت سواحل می تواند در همه حال مردم را به سوی تفریحات دریایی سوق دهد.